با درود فراوان حضور بینندگان گرامی و عجمند تلویزیون ایران فردا من سیروس مشکی وکیل دادگستری خوشبختم که بار دیگر این توفیق رو دارم که در حضور شما بینندگان گرامی باشم و در مورد مسائل حقوقی اجتماعی و تاریخی با شما گپ و گفتی داشته باشم همونطور که میدونید این برنامه روزهای پنجشنبه از این کانال تلویزیونی پخش میشود و همواره اون رو میتوانید در فیسبوک در یوتیوب و آرشیو برنامه های تلویزیون ایران فردا ملاحظه بفرمایید کارگردان فنی برنامه آقای سپر هستند که پیشا پیش از مهارت و مدیریت قابل ستایششون تشکر میکنم در برنامه امروز چون همطور که دوستان میدونید ما همواره خواهش کردیم که اگر سوال و نظر و مطلبی در مورد مسائل حقوقی و قانونی دارید یا مطالبی که در این برنامه ارائه می شود می توانید با ایمیل بنده که مشکی سیروس مشکیت دات مطرح بفرمایید و من در فرصت های مختزی در همین برنامه پاسخ میدم در برنامه امروز اجازه میخوام که به چند ایمیلی که دوستان از نقاط مختلف دنیا به این برنامه فرستادند اشاره داشته باشم و حتی المقدور پاسخ بدم خانم نسرین مرغوم فرمودند که پسر من 16 ساله است و در کلاس دهم مشغول به تحصیل و یکی از بستگان در امریکا قیمومتش را به عهده می میخواستم بپرسم آیا امکان مهاجرت و تحصیل در امریکا را دارد یا نه ببینید برای اینکه فرزندان صغیر یعنی از لحاظ امریکا و لحاظ قانون مهاجرت زیر 21 سال صغیر محسوب میشه افراد زیر 21 سال اگر بخواهند اجازه اقامت بگیرند اقامت دائم بگیرن یعنی گرین کارت باید از طریق فامیلی اقدام بکنن از طریق فامیلی هم یعنی باید وابسته باشن یا وابسته بایالاجیکال باشن مثلا پدر و مادرشون یا اگر کسی از اقوام بخواد براشون اقدام بکنه باید فرزند خاندگی یعنی ادابشن داشته باشن چون اصطلاح قیمومت رو شما به کار بردید قیمومت یعنی سرپرستی و سرپرستی از لحاظ حقوق امریکا کافی نیست برای اینکه اون سرپرست بتونه اجازه اقامت دائمی برای مولا علیهش بگیره بلکه اگر بخواد باید ادابت کرده باشه و چون این بستگان شما فرمودید که در امریکا هستن و اون فرزند در ایران بنابراین اداپشنش در امریکا امکان پذیر نیست به دلیل اینکه بچه در اینجا نیست در, در, ایران هم امکان پذیر نیست برای اینکه اون کسی که اگر احیانا بخواد ایشون رو به فرزند خودش قبول کنه در امریکاست و در ایران نیست بنابراین هیچ کدوم از دادگاه ایران و امریکا صلاحیت رسیدگی به چنین تقاضایی رو نخواهند داشت از طرف دیگه لحاظ قانون مهاجرت اولا اداپشن باید قبل از 16 سالگی شخص شده باشه دو سال از اون گذشته باشه و قبل از شا... 16 سالگی شخص تقاضای ایمیگریشن یا ویزای مهاجرتی داده شده باشه بنابراین حتی اگر فرزند شما می توانست به طریق فرزند کسی در بیاد و براش تقاضا کنند باید دو سال پیش اقدام میکردید کردید الان متاسفانه از لحاظ زمانی خارج از هیته قانون هست آقای مهدی مرغوم فرمودن که ضمن اظهار محبت به این برنامه من دانشجو دکترای حقوق خصوصی و مدیر عامل مؤسسه یک محسسی حقوقی در ایران هستم وصف حضرت عالی را بسیار شنیدم و قصد دارم اگر امکان داشته باشد گرین کارت امریکا را از روش های موجود و قانونمند دریافت کنم البته قصد این جانب اقامت دائم در امریکا نیست صرفا رفت آمد و داشتن گرین کارت می باشد البته مطالعات کاملی در خصوص انواع ویزا در امریکا داشته و با چند نفر از همکاران شما مشاوره کردم اما هزینه های اجرایی بسیار سنگین و خارج از حیطه پرداخت بوده لطفا راهنمایی و راهکارهای قانونمند را با کمترین هزینه اعلام کنید اولا جناب آقای مهدی اینکه فرمودید که خوشحالم گفتید که راه های قانونمند رو مایلید که تعقیب کنید چون من متاسفانه متوجه شدم که برنامه های زیادی از طریق این شبکه های ماهواره ای که افرادی که به هیچ وجه صلاحیت ندارن تحصیلات حقوقی ندارن اجازه وکالت ندارن حتی نام و شهرت خوبی هم ندارند مرتب دارند، مردم رو تشویق کنن که بیایید ما براتون گرین کارت بگیریم و ویزا بگیریم و با 50000 دلار و 60000 دلار رو عرض کنم که راه های قانونی رو بیایید ما براتون انجام بدیم و اینا و متاسفانه غالب نه البته همه بعضی از برنامه ها که توسط وکلای رسمی و شناخته شده و خوشنام انجام میشه جای خودش رو داره و جداست اما بسیاری از این برنامه ها و تبلیغاتی که از طریق رادیو و تلویزیون های خارج از کشور بنده دیدم متاسفانه توسط افرادی است که به هیچ صلاحیت ندارند. به حال اما اینکه فرمودید که من قصد اقامت رو ندارم و میخوام رفت آمد کنم و به همین دلیل گرین کارت میخوام این به قول قهرمان فیلم مارمولک اند حرامه برای اینکه گرین کارت معنیش اجازه اقامت دائمه نه اجازه رفت آمد دائم برای رفت آمد دائم باید شما ویزای مالتیپل ویزای ورود مکرر به امریکا رو دریافت بکنید وگرنه کسانی که از گرین کارت به عنوان ویزای رفت آمد استفاده میکنند به زودی گرفتار میشن بعد از دو سه بار که بیش از چهار خارج از امریکا موندن مواجه با جریمه و معالن با سع... از دست دادن گرین کارت و ارجاع پروندهشون به دادگاه مهاجرت خواهند بود بنابراین یک مقدار اگر که شما خواستتون فقط رفت آمده خب بعد از طرق دیگه اقدام کنید برای ویزاهای غیر مهاجرتی چون فرمودید مدیر مؤسسه حقوقی هستید البته مؤسسات حقوقی به دلیل اینکه نظام حقوقی ایران به امریکا کاملا متفاوته و بعد پرداختن به کار وکالت هم اجازه مخصوص میخواد در امریکا و در ایران اون رو نمیشه متاسفانه خیلی شاید براش کاری کرد ولی اگر شما یه شرکت تجاری میداشتید و اینجا شعبه ای میزدید برای انجام امور تجاری می توانستید ویزاهای مدیریت و تجاری رو دریافت بکنید که به شما حق کار و رفت آمد رو هم بدهد ارز کنم که خانم جنت مرقوم فرمودند که من برنامه شما رو در تلویزیون نگاه میکنم و اول میخواستم که تشکر کنم برای اطلاعات سوزمندی که در اختیار ما میذارید و همچنین میخواستم بدانم که آیا توانید به من کمک کنید در وضعیتی که هستیم مادر من برای برادر بزرگترم که در ایران زندگی میکنه با خانومش در سال 2011 تقاضای گرین کارت کرده ما سب میکردیم کردیم برای اینکه این انجام بشه ولی متاسفانه مادرمون فوت شدن در نوامبر 2013 من به اداره مهاجرت با اداره تماس گرفتم تا ببینم آیا می توانم که من به جای مادرم این پرونده رو ادامه بدهم اونها و از من خواستن که یک نامه ای بنویسم و توضیح بدم که چه شده است من همین کار رو کردم و هر چه اونها خواستن من انجام دادم و همینطور مرتبشون تلفن میکنم ببینم چه خبره ولی هیچ خبری از اداره مهاجرت نیومده ما نمیدانیم که چه کار باید بکنیم و خواستم ببینم آیا میتوانی راهنمایی به ما بکنید یا نه ببینید ریپلیس کردن پتیشنر یعنی جایگزین کردن یک متقاضی که فوت شده توسط متقاضی دیگه امکان پذیر هست ولی یکی از موارد محدود و سختی است که باید شرایط خاصی رو داشته باشه تا اداره ماجد او رو بپذیره صرف این که یک خواهری یا برادری یا مادری یا پدری میبره کنار یکی دیگه به جاش بیاد بگه من ادامه میدم اونها قبول نمیکنن بلکه یک نکته های دقیقی است که باید رعایت بشه اگر اونها وجود داشت اون وقت میشه این کار کرد بنابراین اینکه شما نامه ای فرستادید به اداره میگرشه و بعد هی تلفن کردید متاسفانه به جایی نخواهد رسید و اصولا این کاری نیست که با نهایت احترام ارز کنم که یک کسی که غیر حقوقدان هست و اصولا تخصصی هم در امور ماجراجویی نداشته باشه بتواند انجام بدهد موانع و مشکلات بسیاره و من توصیه می که با حتما یک وکیل خوب و شناخته شده مهاجرت تماس بگیرید اگر مایل بودید با دفتر ما من میتونم بیشتر در جهت اقدام برای پایان دادن به اون پرونده ای که مرحوم والده شروع کردن کمکتون کنیم آقای رضا مرغوم فرمودند که امیدوارم در آینده به جای تمرکز بر روی موضوع مهاجرت قوانین و قوانین مرتبط با آن اندکی هم به موضوعات حقوقی مردم داخل کشور تمرکز کنید موضوعات فراوانی برای مردم ایران وجود دارد که مردم از آنها ناآگاه هستند قوانین جدید نیست که اصلا کسی از آنها اطلاع ندارد همچنین قوانین مرتبط با جرایم رایانه ای بله دوست عزیز خیلی متشکرم من خودم هم صلیقم این بود که تنوع بیشتری داشته باشه به همین دلیل در برنامه هایی که من خودم موضوعات رو انتخاب می کنم غالبا راجع به مهاجرت نیست بلکه راجع به مسائل دیگر حقوقی و تاریخی و اجتماعی هست اما وقتی که پاسخ به ایمیل های عزیزان میرسه ناچارم که از میل رو ارز کنم که مواردی که بینندگان گرامی مورد نظر و توجهشون هست تبعیت کنم و پاسخ اونها رو بدم اگر برای من ایمیل هایی برسته در زمینه مسائل دیگه با کمال میل پاسخ خواهم بود اجازه میخوام که دعوت کنم شما رو به یک موزیک ویدیو توجه بفرمایید باز میگردم به سایر ایمیل ها پاسخ خواهم دارم. ای فدای اون همه Shushan parvesu ye بیننده گرامی باز میکردم به دنباله برنامه بعد از این موزیک ویدیوهای زیبا به در برنامه امروز من به ایمیل هایی که در ظرف هفته گذشته رسیده پاسخ میدهم و اجازه بدید که به چند ایمیل دیگر هم پاسخ بدهم خانم سینره مرغوم فرمودند که با عرض سلام و احترام و ارادت من افتخار آشنایی با شما را از طریق مجله خوب پیوند داشتم برای دوستانی که اطلاع ندارند اشاره ایشون به مجله ماهانه پیوند هست که بنده از ظرف هشت سال در دهه گذشته در کالیفرنیا منتشر میکردم خیلی هم مورد توجه عزیزان و علاقه مندان بود ای دریخ که به خاطر کسرت مشغله حقوقی و گرفتاری های دادگاهی فرصت نشد که همچنان اینو ادامه بدم ولی برحال ایشون اشارشون به مجله پیوند از این جهته مرغوم فرمودن که دانش شما در زمین های مختلف و شخصیت آرام و با حوصله شما تحسین برانگیز است خیلی ممنونم با تشکر از وقتی که برای ما میگذارید سوالی دارم برنامه شما رو همیشه در کانال ایران فردا میبینم و در هر کدام توضیح بفرمایید سپاس گذارم آیا برای گرفتن گرین کارت از طریق ازدواج سیتیزن بودن با گرین کارت داشتن فرد متقاضی تفاوت دارد بله تفاوت دارد از لحاظ زمانی معمولا برای اینکه شما ای بخواید گرین کارت بگیرید و با یک شهروند یا سیتیزن امریکا متقاضی شما باشه در حدود یک سال طول میکشه پرونده تا به نتیجه برسه اما اگر اون همسر شما داره گرین کارت باشه شش ماه حدودا بیشتر طول خواهد کشید بنابراین مهمترین تفاوتش مسئله زمان هست که دارندگان گرین کارت در صورت ازدواج مدت طولانی تری خواهد بود البته این شش ماه در واقع قابل اغمازه برای اینکه قبلا تا چند سال قبل سه سال و چهار سال بود این فاصله ولی خوشبختانه کم شده سال بعدی این است که کدام زمان کمتری ای طول میکشد که, که عرض کردم بعد فرمودن آیا اگر پسر من با داشتن گرین کارت همسرش را بیاورد قانون تا چه مدت شانس اجازه کار یا ادامه تاثیر را به همسرش نمیدهد اگر با گرین کارت همسرش رو بیاره که بلافاصله داره یعنی وقتی که گرین کارت بگیرن دیگه اجازه تحصیل و اجازه کارم هم همراه او آمده بنابراین این سوال رو من کاملا متوجه نمیشم اصلا آیا این گزارش صحیح هست در زم پسرم ماه می گذشته برای انگشنگاری سی رفته است شکر گزار لط و توجه شما هستم بله ببینید اگر ماه می رفتن و حدوز به نتیجه نرسیده کارشون ایشون میتونن برای همسرشون با داشتن گرین کارتی که دارن اقدام بکنن وقتی که به سلامتی سیزن شدن اون پرونده رو جلو میندازن بنابراین زمان به نفعشونه که از حالا این کار رو بکنن که زمانشون شروع بشه و بعد هم اون شش ماه رو بعد از سیزن شدن میتونن برگردونن و به نفعشون خواهد بود خانم لبت مرغوم فرمودند زبنه اظهار محبت به برنامه چند سوال دارم از خدمتتان که با توجه به کم بود وقتی شما ناچار در مورد شرایطم برایتان می نویسم من در تاریخ 21 ژانویه 2014 گرین کارتم را از طریق پدر دریافت کردم و وارد خانه خاک امریکا شدم در ایالت آلاباما به مدت شش ماه مشغول به کار شدم و چون قبل از آمدن به امریکا نامزد کرده بودم درخواست تراول داکیومنت دادم و 27 دسامبر 2014 به ایران بازگشتم و ازدواج کردم سه ماه بعد از ازدواج مدارک لازم را برای اداره مهاجرت فرستادم و برای همسرم اقدام کردم مدارک همسرم از طرف نامه ای که از اداره مهاجرت برای من ارسال شد این وایس آیدی نامبر و این وی کیس نامبر برای ما فرستادم بعد یک سری نامه شامل این وی سی افیدیویت ساپورت فی این داکیومنت کاور شیت فرستادن به انظامام فرم های این و با توجه به اینکه تایم ترافل وقت زمان اون رینتری پریمیتشون پرمیتشون پاسپورت موقتشون در حال انقضا بود هفته گذشته مجددا بعد از دو سال به امریکا برگشتم و الان در آلاباما هستم سوال من این است یک کار همسرم چه مدت طول میکشد با توجه به مداری که برایش ارسال شده در این مرحله اگر اون مدارک رو درست و صحیح و به موقع فایل بکنید بین سه تا پنج ماه دیگه ایشون کارشون انجام خواهد شد سال دوم بابت ساپورت خودش از طریق دارایی داخل ایران می تواند انجام بدهد بله دارایی شخص اگه کافی باشه می توانند استدلال بکنن و قانع بکنن اداره مهاجرت رو که او رو به جای ساپورت بپذیرن منتها اون تقریبا کار خیلی تکنیکال و مشکلی است و بهتر از طریق یک وکیل اقدام بکنید وگرنه میتونه سالها معطلتون بکنه سوال سوم و اگر ساپورتر یعنی اون کسی که حمایت مالی فایل میکنه حتما باید داخل امریکا باشد خب حتما باید داخل امریکا باشه از خارج از امریکا که نمیشه کسی رو که به امریکا میاد بخواید بگید من خرجشو میدم درآمدش باید چه مبلغی باشد چنین سوالی رو نمیشه جواب داد برای اینکه درآمد کسی که میخواهد ساپورت بکنه یا افیدویز آف ساپورت امضا بکنه بستگی داره به تعداد افرادی که تحت تکفل خودش داره و بستگی داره به میزان حقوقی که داره و بستگی داره به اینکه قبلا در سالهای قبل آیا برای کس یا کسان دیگری هم ساپورتی پر کرده یا نه و بنابراین باید به اون جدول مراجعه کرد و بر اساس اون دید که آیا این شخص میتواند کوالیفاید باشد که این ساپورت رو انجام بده یا نه خانم محوش مرقوم فرمودن که من در ایران از شوهرم جدا شدم و اکنون قصد دارم که به امریکا بیایم 29 سال دارم و بهترین امکانی که برای آمدن به اونجا چیست و آیا اگر به امریکا آمدم باید دوباره به دادگاه امریکا مراجعه کنم برای گرفتن طلاق یا طلاق ایرانی من مورد قبول هست طلاق ایرانی شما مورد قبول هست مشروط بر این که وکالتی نبوده باشه و غیابی نبوده باشه طلاق های غیابی و وکالتی که در خارج از امریکا انجام بشه در امریکا برای منظور ایمیگریشن غیر قابل اق... هزیرش و غیر قابل قبول هست ولی اگر که هر دوتون در دادگاه شرکت داشتید و هر دوتون در پرونده حاضر بودید مشکلی از اون جهت نخواهید داشت اما اینکه به عنوان یک خانم بانوی 29 ساله ایرانی چگونه میتونید اجازه اقامت بگیرید این کافی نیست این اطلاع یعنی من فقط جنسیت شما و سن شما رو نمیتونه کافی باشه که من بتونم یک نظر سازنده ای به شما بدم ما باید بدونیم که تحصیلات شما چیه سوابق کارتون چیه آیا امکانات مالیتون چقدر هست از لازم اینکه امکان سرمایه گذاری دارید یا ندارید آیا در شرکت های خصوصی کار کردید آیا خودتون سهامی در شرکتی داشتید و دارید یا شرکت های خانوادگی و همچنین اقربای شما فامیل نزدیک یا کسانی که بتونن احیانا برای شما تقاضایی بدن در امریکا دارید یا ندارید بنابراین اگر لطف بفرمایید و این اطلاعات رو برای من مرغوم بفرمایید خوشحال میشم و حتما جواب خواهم داد آقای هوشمند مرغوم فرمودند که من یکی از وابستگان جوانان ایرانی هستم که با داشتن تابعیت مضاعف ایران و امریکا در ایران زندانی شدهاند به دلایل مختلف و واهی و میخواستم بدانم که آیا اینها بعد از آزادی از زندان های ایران میتوانند با داشتن تابعیت امریکایی در دادگاه های امریکا علیه دولت دولت ایران شکایت بکنند یا نه ارز کنم که سوال بسیار خوبی است اگر که اصولا از لحاظ حقوق بین المللی کسی می علیه دولت دیگری یا دولت مطبوع خودش شکایت بکنه که ثابت بکند که اولا اون اصل مسئولیت سیاسی دولتی در اونجا وجود نداره یک ساورنتی هر دولتی داره یک حاکمیتی داره که به او یک نوع مسئولیت در مقابل دعاوی افراد خصوصی میده و به همین دلیل است که در دادگاه بین المللی لاهه اگر که می شود علیه دولت ها و کشورهای دیگه اقامه دعوا کرد اشخاص به طور شخصی و مستقیم نمیتونن برن اونجا دادخواست بدن بلکه یک دولت مطبوع اینها هست که میتونه از طرف اون زیان دیده در دادگاه لاهه علیه اون دولتی که خسارت زده یا به ناروا حقی رو ضایع کرده شکایت بکنه از طرف دیگه چون فرمودید که تابعیت مضاعف ایران و امریکا رو دارن کسی که تابعیت ایرانی رو داره و بعد تابعیت امریکایی رو دریافت میکنه از لحاظ مراجع بینالمللی مثل دادگاه بینالمللی المللی تابعیت مؤثرش رو نگاه میکنن و تابعیت مؤثر عوامل مختلفی است که اونو تعیین میکنه یک اینکه اول پیشا پیش کدام تابعیت رو داشته آیا تابعیت اصلی و اولیش تابعیت مثلا ایرانی بوده یا امریکایی بوده و بعد هم بیشتر در کدام کشور زندگی کرده در کجا مالیات داده در کجا اقامتگاه و مرکز مهم امورش واقع شده بنابراین عوامل مختلفی هست که اگر شخصی بخواهد علیه مثلا دولت ایران شکایت بکنه در مرجعی در مرجع بین نمیتونه مگر اینکه یک دولت دیگری که این شخص طبعی او هست بیاد و با اثبات اینکه تابعیت این کشور دیگر تابعیت موثر هست در دادگاه اقامه دعوا بکنه این رو بهش میگن حمایت سیاسی یا پولیتیکال پرو پروتکشن و ما در پرونده های زیادی ما داشتیم در سابقه دادگاه لاهه که البته از ریشش برمیگرده به دادگاه نورنبرگ که هفتاد سال پیش تشکیل شد برای رستگی به جنایات جنگی افسرهای حزب نازی تحت نظر هیل... هیتلر که 22 نفر در اون محاکمه شدن 19 نفر هم محکوم شدن بعد به تدریج این مبنایی شد برای دادگاه لاهه و اکنون هم در حدود ده سال هست که یک دادگاه جزای بین المللی کریمینال انترنشنال کریمینال کورت تشکیل شده است که این به جنایات و بدکاری های رؤسای کشورهای مختلف رسیدگی میکنه به جرائمی از قبیل جرائم جنایت علیه بشریت یا جنوساید یعنی نسل کشی و امثال اینها بنابراین در اون مورد باید دید که این عوامل رو توجه کرد تا به جواب داد اما نکته جالب اینجا این است که اخیرا در ظرف یکی دو هفته گذشته یکی دو پرونده از ایرانیانی که دارای تابعیت دوگانه هستند و در, در, ایران به زندان افتاده بودند و اکنون آزاد شدند بعد از اون قضیه برجام و به امریکا که کسانی که همزمان با آقای رضایی جیسون رضایی دستگیر شده بودند الان در دادگاه های امریکا حداقل دو پرونده تا اونجا که من خبر دارم تشکیل شده است علیه دولت ایران و مطالبه قرامت کردن آیا دولت دادگاه به اصطلاح فدرال امریکا این دعاوی رو بپذیره و در ماهیت رسیدگی بکنه و حکمی علیه دولت ایران صادر بکنه خودش مسئله است که باید دید چون یک مقدار شاید تخلف باشه از اون موازین حقوق بین المللی که دعاوی بین دوول باید در داد مجای بین المللی تشکیل بشه و تازه اگر دادگاه امریکا رأی هم بدهد باید دید که آیا تا چقدر زمانت اجرایی خواهد داشت من به پایان وقت برنامه امروز رسیدم تا برنامه دیگر شما رو به پروردگار بزرگ می سپارم. روز و روزگار خوش